میخوامون دیوونه باشه، مثل من بیخونه باشه، واسه اون کلبه چوبی مثل یه خونه خرابه، واسه من قصر طلایی، یه سرابه یه سرابه. خواستگاریه واسه چی؟ بله برون واسه کی؟ یار من عاشقونه راز دل رو میدونه، نگاه گرم چشاش. شوهر پولدار یکی از محبوب ترین ترانه های ایرانی ماهای اخیر است، ترانه ای که رعنا منصور و اروین پاچیکیان در آستانه ازدواج خود منتشر کردند. این زوج هنرمند برای اجرای یک کنسرت فرهنگی به شهر واشنگتن اومدن و این فرصت مناسبی بود تا ازشون دعوت کنم گفتگویی داشته باشیم و درباره موسیقی، زندگی مشترک و پروژه‌های جدیدشون صحبت کنیم. در اپیکور کافه در ایالت ویرجینیا قرار گذاشتیم. اینجا پاتوق خیلی از هنردوستایی که شبا دور هم جمع میشن و به موسیقی گروه‌های جوان و نوآور گوش میدن که در این کلوب به هنرنمایی میپردازن. پیش از هر چیز درباره شوهر پولدار پرسیدم. این ترانه چه ارتباطی با رابطه عاشقانه رعنا و اروین داره؟ من دیدم که سنم داره میره بالاتر و بالاتر و این آهنگ شوهر پولدارم که میدونستم که for sure هیچ وقت یه شوهر پولدار نمیتونم پیدا کنم و نشیقی میکنم. من پولدار بودم قبل از عروسی، فکر من پولدار بودی ولی بعد از عروسی بی پول شدم. نه اروین از همون موقع که باش آشنا شدم میدونستم که این واقعا آدم خیلی به فارسی بگم انگلیسی بگم این چند تا کلمه رو که ببخشین، loyal، واقعا reliable، trustworthy، دوست داشتنی، خیلی زیاد دوست داشتنی، مهربون، و میدونستم که این یه آدمی هست که میتونم کلی تراستش کنم و اطمینان. دمت گرم. تو چی؟ ما اتفاقا تو همون تلویزیون شما با هم دیگه آشنا شدیم، تو وایس آف امریکا 3 سال پیش واسه برنامه عیدتون 2012. بله، از همش تقصیر خودت. وقتی نازم میکنه میدونم عشق همونه. یه خواستگار داییم آورده که دل بابام آورده، مدرک و ثروت و خونش مامانو به رقص آورده. بی دل و بی عشق و تنها نباشی مردم دنیا، شاد و رنا سر. من یادم روست بودیم که داشتیم آماده می شدیم که برنامه رو اجرا کنیم، من رو تلفنم یه بازی هست به اسم Words with Friends که این Scrabble داشتم با این بازی میکردم. رعنا اومد گفت چیه این؟ ما هم دیگه شاید یک دقیقه بیشتر حرف نزده بودیم. گفتم این Scrabble. گفت چطوریه؟ گفتم میتونیم با اشخاص مختلف هر جای دنیا میتونیم بازی کنیم، یک کلمه اونا مینویسن یک کلمه من مینویسم. بعد گفت
زود خودش هم اد کردین اپو، بعد گفت منم بازی میکنم، گفت فقط میتونی با من بازی کنی. گفتم اه عجب، این کیه دیگه؟ هنوز یه دقیقه بیشتر نمیشناسم، هنوز به من میگه با این نمیتونی بازی کنه. بعد از اونجا من از اون آتیشی که پشت چشاش دیدم منو خیلی جذب کرد بهش و مسلماً صداشو، طرز آهنگ خوندنش و طرز فکرش واسه من خیلی جالب بود. و دیدیم که تو لس آنجلس از هم دیگه فقط شاید سه تا خیابون اون طرف زندگی میکردیم و همون از روز اول که برگشتیم هر روز همو دیدیم، دوستی کردیم. بعد خیلی یعنی چیزی که فکرشو نمیکردیم که یه روز با هم دیگه، خیلی طبیعی شد همینطور. یه روز one day at a time این دوستیمون بیشتر و بیشتر شد. سگاری واسه چی؟ بله برون واسه کی؟ یار من عاشقونه راز دل را میدونه، نگاه گرم چشاش جونم رو میدم براش، وقتی نازم میکنه میدونم عشق همونه. عروسیمون تو گلندل گرفتیم، سرمونی عقد تو یه کانتری کلاب بود و هوا خوب بود، هوا گرم بود برای اینکه اکتبر تو لس آنجلس هنوز هوا خیلی گرمه. فامیلم از واشنگتن دی سی، از همینجا اومدن، از نیویورک اومدن، از پنسیلوانیا اومدن، از سوئیس اومدن. خانواده اروین هم که بیشتر از خانوادهشون تو همون گلندل زندگی میکنن. یه 300 نفری مهمون داشتیم و پدر اروین ما رو عقد کردن و خیلی خوب بود، خیلی قشنگ بود. برای ریسپشن مارتیک برنامه یه چند تا آهنگ برامون خوند که واقعا افتخار میکنیم بهشون. It's an honor to have a legend که عروسیمون بخونن. و حامد نیکپی هم خوند. گروه خودمون، کارمندانم اونجا بودن. ما هم خودمون اجرا کردیم، برنامه اجرا کردیم، چند آهنگ خوندیم، کلی غذا خوردیم، رقصیدیم، حال کردیم، خیلی خوب بود. فکر کنم اولین دفعه بود که اولین دفعه دیدم که دو میرخصی. آره اولین زیاد نمیرخصه، فقط همون شب عروسی بود که دیدم میرخصه، میپره بالا پایین. اون اسمش رخص نیست ولی این کار رو کردی. همش تقصیر رناست. یعنی از کفش و جوراب تا مو همه رو دایرکت کردم و خیلی هم خوشحالم که اروین
واقعا منو سپورت کرد و خیلی هم برام فان بود، خیلی دوست داشتم. چاره دیگه نداشتم. استرس زیاد دارم. یکم مدل قدیمی 1920s جازی، یکم اون تیپا وینتیج دوست داشتیم، انتیک مانند دوست داشتیم دیزاین کنیم، دکوریت کنیم. All the mountains should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry. No, 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 I won't shed a tear. Just as long as you stand. Is there sure it's a new name? They're all going around in circles. واسه من فرق زیاد نکرده، برای اینکه ما چندین سال بود که همین دو سال بود که با هم دیگه زندگی میکردیم قبل از عروسیمون. به نظر من چیزی زیادی تغییر نکرده. تنها چیزی که تغییر کرده این بیشتر هر روز بیشتر یاد میگیریم که چطوری با هم دیگه زندگی کنیم و هم چطور احترام کنیم. چقدرم خوب بود قبل از عروسی، قبل از ازدواج با هم دیگه زندگی میکردیم. بله. یعنی هیچ وقت تا حالا در عمرم با هیچ کس دیگه جز مامان بابام زندگی نمیکردم. سو خیلی مهمه اینو برای من، برای ما. بله. خیلی خوب بود و مرحله خوبیه. چون که مثلا من خیلی دوست دارم لباس ها رو یه جوری تا کنم، ولی اروین دوست داره همجوری بندازه تو کمد. یا من همیشه دیر میرسم سر که خیلی هم خیلی بده، اصلا خوب نیست، ولی اروین همیشه آن تایم و سر موقع میرسه. اینا این یه چیزای کوچولو، همیشه چیزای کوچولو هست که باید ورک اوت کنی، ولی دو این تمار سیراخ بیور اسکه زمار گوچه و چیر دو این تمار یه راز مکور اسکه زمار گوچه و چیر هر ویچی اسکه از گونه تسنم سیره Orpes kankis chiknah yeras Are kakin pet gerdits naye Kairi yete shad motenas Kyan kum du misht urakh mena Yev misht yeghi bait saruji ام بخش میکنگ سیروف کتا یس که زمار گود سوا چی چرویت یس که از کنه تسنم سیرم بار پس کنگ کیس چکنا میرم زاره کنگین بد گرویت نایه قیریت شد موتنا
مسلماً دعوا که میشه و تو هر پارتنرشیپی، تو هر شریکی، تو هر کاری که شریک هستن، هر کسی ایده های خودشو داره. ولی تو این دعوا، تو این، حالا نمیتونم بگم اسمش دعواست، ولی تو این اختلاف فکری هم یه چیز زیبایی هم به دنیا میاد که اگه تنها من فقط بودم که یه کاری رو درست میکردم و ایشون بودن تنها کار رو درست میکردن، به اون زیبایی نمیومد. و این کامبینیشن ما واسه یه بچه خودش درست کرده، یه ستایل تازه، یه طرز فکر تازهی درست میکنم که اونم جالبه. من قبل از اروین، من همیشه تو کار موزیک اکتیو بودم، یعنی از بچگی موزیک درس خوندم و رفتم دانشگاه موزیک و همیشه این یه چیزی بود که دنبالش میرفتم، دوست داشتم حرفه ای انجام بدم، همیشه پرفورم میکردم. ولی بعد از اینکه با اروین آشنا شدم، احساس کردم که یوهوی کریرم کاملا عوض شده. اون چیزایی که خودم که توش ضعیف بودم، خودم بلد نبودم انجام بدم، مثلا منیجمنت و از این کارا یاد گرفتم، بیشتر از اروین یاد گرفتم. اروین خیلی کارهای تو این هیز کریر خیلی کارهای بزرگ انجام داده، با آدمای خیلی بزرگ هم تو مارکت ایرانی هم خارجی باشون کار کرده و واقعا کارشون حرفه‌ایه و برای من خیلی یه شیفت بزرگی بود و خیلی خوشحالم و اکسایتد هستم که ببینم چه کارهایی هست که بازم میتونیم با هم دیگه انجام بدیم. یعنی تازه شروع کردیم، که فقط همین یه ساله که واقعا داریم سیریسلی میریم پشتش، سراغش رو گرفتیم و I'm excited to see. در جریان گپ و گفتگویی که داشتیم از رعنا و اروین خواستم چند تا از ترانه های جدیدشون رو اجرا کنن، هرچند که اجرای این ترانه ها فقط با استفاده از پیانو و گیتار کار ساده ای نیست، ولی اونها قبول کردن. اولین ترانه ای که میشنوید اسمش هست مهتاب، شعر و آهنگ از جمشید باستانی. که شب تاریکی، منم که میخوام
حالا برگردیم به شوهر پولدار. این ترانه موزیک ویدیوی جالبی هم داره. درباره همین موضوع پرسیدم. این طرح و ایده چطور شکل گرفت؟ شوهر پولدار رنا با پدرشون این کارو قبل از اینکه من با ایشون آشنا بشم اینو نوشته بودن و دموی این کارو داشتن که خود رنا اینو تنظیم کرده بود. ما این فایلا رو بعد از اینکه آشنا شدیم با هم این فایلا رو از اول چیدیم و ادیتینگ کردیم و یه چیزی رو اضافه کردیم، ولی کار ایشون قبل از اینکه شوهر پولدار مثل من پیدا کنن اینو داشتم. بعد دو سال طول کشید تا این ویدیو رو درست کنیم. ما سعی کردیم یه ویدیوی دیگه واسه این درست کنیم، ولی هیچ کدوم از این ویدیو به اون جای قلقلکمون نداد. تا ما با دوستمون شروین یوسفیان صحبت کردیم واسه این ویدیو و ایشون گفتن چارلی چپلین رو بیاریم تیکار، گفتیم به خودشه. بعد یه دو سه ماه طول کشید تا این سناریو رو نوشتیم و ویدیو رو درست کردیم و الان تو رو یوتیوب و تو فوزبوک و همه جا این ویدیو هستش. یعنی فیسبوک ببخشید. این ترانه با استقبال زیادی از سوی هنردوستان همراه شده و شنونده‌های زیادی در فضای مجازی داشته. درباره همین موضوع پرسیدم. چرا شوهر پولدار انقدر گل کرد؟ فکر کنم در مورد یه تاپیکی هست که زیاد یه سوژه‌ای هست که زیاد راجبش حرف نمی‌زنیم، ولی میدونیم، یعنی همه خانوما این چیزا تجربه میکنن. منم خودم قبل از اینکه با اروین آشنا بشم یادم که مامان بابام همیشه نگران بودن اینا که داری میری تو کار موزیک، داری میری تو کار هنری، سخت، زیاد پول توش نیست، امیدوارم که شاید یه دکتری پیدا کنی، وکیلی با ازدواج کنی. این همیشه این نگرانی بود و فکر کنم که یه چیزی هست که میتونیم راجبش خیلی آسون راجبش حرف بزنیم، بخندیم راجبش، خیلی چیز جدی نیست، ولی میتونیم راجبش حرف بزنیم easily. and یه چیزی بود که فکر کنم خیلی از زنا و مردا هم همینطور باش ریلیت میتونن بکنن. خاص گدایی ما برده که دل بابام برده مدرک و ثروت و خونش مامانو به رقص آورده، بی دل و بی عشق و تنها نباشین مردم دنیا، همه روزا و شبها خوش باشین و شاد.
اینکه ثروت مهم نیست، ولی به نظر من، برای من عشق بیشتر میمونه. یعنی یه چیزی هست که برای من ارزشش بیشتره و بیشتر داشتم راجع به زندگی خودم، برای خودم. پدرم منو، بابام خیلی منو میشناسه بالاخره، و خیلی برای من جالب بود که خیلی از خانوما اومدن به من گفتن واو، اینم سیچویشن منه، منم شوهر پولدار نمیخوام. و بعضی از خانوما اومدن به من گفتن یعنی چی شوهر پولدار نمیخوای، فقط پول پول مهمه. و یه چیزی هست که میتونیم راجبش صحبت کنیم. یعنی برام خیلی جالب بود. ثروت بدون عشق به درد نمیخوره. عشق بدون ثروت میتونه. الان میبینین که هوملس، اونایی که خونه ندارن تو خیابون زندگی میکنن، ولی عاشق همن، ولی زندگی میکنن. ولی جفتش باشه که خیلی خوب میشه. اون که بهترین. برنامه این هفته به پایان رسید، ولی گفتگوی ما با رعنا و اروین همچنان ادامه داره. ازتون دعوت میکنم دنباله این گفتگو رو هفته آینده تماشا کنید. شباهنگ ویژه رو با ترانه انگار به پایان میبریم. شعر از ملودی صفوی و آهنگ از اروین خاچیکیان. Thank you.
این صدای آمریکاست.